شروع شکوهمندانه و پادشاهانه لیونل مسی در MLS آمریکا. لئو مسی بازی رو از روی نیمکت آغاز کرد و اواسط بازی در حال ورود به زمین بود که اینتر میامی 1-0 از حریفش پیش بود. تنها چند دقیقه بعد از ورود لئو مسی، اینتر میامی گل تساوی رو از کوروز آزول دریافت کرد و بازی 1-1 مساوی شد. در حالی که بازی داشت با همون نتیجه تساوی به پایان می رسید و همچنان تلسم پیروزی برای اینتر میامی وجود داشت، جادوگری به اسم مسی به این تلسم پایان داد. ضربه ایستگاهی در پشت محوطه جریمه اعلام شد. چه جایی، چه موقعیتی برای لئو مسی فراهم شد، اون هم در دقیقه 94 روم بازی. مسی حرکت کرد و ضربش رو به زیبایی هرچه تمامتر به تور دروازه چسبوند تا ورزشگاه رو به وجد بیاره، تا خوشحالی و عشقهای دیوید بکام رو ببینیم، تا باز هم شاهد هنرنمایی لئو مسی باشیم. مسی با گلی که به زیبایی به ثمر رسوند، علاوه بر این که ما رو یاد همون کاشته معروفش به لیورپول انداخت، تلسم نتایج اینتر میامی رو هم شکست. تیم دیوید بکام در دو ماه اخیر و در طی 11 بازی هیچ بردی کسب نکرده بود که در نهایت با گل لئو مسی این امر براشون محقق شد. بایدم این چنین دیوید بکام لئو مسی رو در آغوش بگیره. قبل از اینکه بریم سراغ حواشی و مصاحبه های این بازی، باید بگیم مسی بهترین بازیکن زمین شد و به 700مین گل خودش هم رسید. البته 700 گل بدون محاسبه پنالتی ها. همچنین این 63مین کاشته‌ای بود که مسی گلش کرد. لیونل مسی بعد از پایان بازی مصاحبه کرد و گفت: مثل همیشه سعی کردم ضربه آزاد رو وارد دروازه کنم. خوش شانس بودم که توپم گل شد و خیلی خوشحالم. این بازی برای ما خیلی مهم بود و می‌خواستیم به هوادارانمون یک برد هدیه کنیم. با توجه به نتایج اخیر تیم در لیگ مهم بود که این بازی رو ببریم و خوشبختانه در پایان موفق به انجام اون شدیم. تاتا مارتینو سرمربی اینتر میامی هم در کنفرانس خبری گفت: این چیزیه که مدام تکرار میشه. همه چیز حکایت از نوشتن یک فیلمنامه جدید داره و همیشه نویسنده اون لیونل مسی هست. از نکات جالب توجه این بازی حضور لبرون جیمز، بسکتبالیست فوق‌العاده و افسانه‌ای، در ورزشگاه و دیدار اون با مسی هست. علاوه بر اون، کیم کارداشیان هم در ورزشگاه حضور داشت. اون که قبلاً با طرفداری از پاریس سن ژرمن، آرسنال و آیس روم باعث شکست اونها و ناکامیشون شده بود، این بازی هم میرفت که اثر خودش رو بذاره. اما لئو مسی تمام معادلات رو برهم زد. و جالبه به عنوان نکته آخر و جنجالی ترین موضوع دیشب به اسپید اشاره کنیم، یوتیوبر معروفی که همه با طرفداری شدید اون از رونالدو میشناسیمش و همین چند وقت پیش هم تونست CR7 رو ملاقات کنه. قبل از کاشته مسی گفت که اگر این توپ گل بشه طرفدار مسی میشم و اون توپ دقیقاً گل شد و اسپید پیراهن رونالدو رو در آورد و متوجه شدیم زیر اون پیراهن مسی رو پوشیده بود. در کل خواستم با بیان این نکته بگم لومپن مجازی و آدم‌های مجازی که فقط به فکر خودشون، بازدیدشون و حواشیشون هستند در همه جای دنیا وجود داره و بهتر ما خودمون رو درگیر حواشی اونها نکنیم و در زمین اونها بازی نکنیم. در نهایت این ویدیو رو تقدیم می‌کنم به لیونل مسی و تمام فن‌های اون. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.